برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. مرکز بهداشتی سیار و بیمارستان صحرایی زیر مجموعه بیمارستان سفیر امام حسین علیه السلام وابسته حرم مطهر حسینی از تکمیل تمامی آمادگی‌های لازم برای ارائه خدمات پزشکی به زائران در ایام زیارت عرفه خبر داد. دکتر عامر شمری مدیر این مرکز اظهار داشت ظرفیت تخت بیمارستان صحرایی 40 تخت می باشد که مجهز به کلیه تجهیزات، ملزومات و داروهای مورد نیاز است. این بیمارستان شامل پزشکان متخصص و تیمهای پرستاری آموزش دیده در زمینه فوریت‌های پزشکی خواهد بود تا امکانات لازم را برای زائران در ایام زیارت عرفه فراهم کنند. قابل ذکر است که مرکز صحرایی جمعیت پزشکی حرم مطهر حسینی با همکاری اداره بهداشت کربلا برای ارائه خدمات پزشکی لازم به زائران به ویژه در طول زیارت میلیونی عرفه فعالیت می کند. نخست وزیر عراق و دبیر کل سازمان ملل درباره زمانبندی پایان فعالیت هیئت سازمان ملل برای کمک به این کشور رایزنی کردند. به گزارش خبرگزاری وا، نخست وزیر عراق و دبیر کل سازمان ملل متحد در تماس تلفنی روابط دو جانبه و جنبه‌های همکاری در زمینه‌ها و برنامه‌های مختلف به ویژه در رابطه با مقابله با چالش‌های آب و هوایی و کاهش تأثیرهای آن و مأموریت‌های تقویت و مدیریت آب مورد بحث و تبادل نظر کردند. کمتر از 3 هفته پیش نخست وزیر عراق در نامه ای خطاب به گوترش به طور رسمی درخواست کرده که مأموریت هیئت سازمان ملل برای کمک به عراق یونامی تا پایان سال آینده میلادی 31 دسامبر 2025 مصادفه با 10 دی 1404 به صورت نهایی به اتمام برسد و خاطر نشان ساخته بود که وجود این هیئت در کشورش دیگر قابل توجیه نیست. در تازه ترین موج سیلاب در استانهای بغلان و بدخشان در شمال شرق افغانستان 30 نفر از جمله 10 عضو خانواده جان باخته و این سیلاب ها خسارات هنگفت مالی به بار آورده است. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید سیلاب های اخیر در افغانستان بسیاری از سیستم های آبی را تخریب کرده و خانواده ها برای تامین آب سالم کافی برای آشامیدن، پخت و پز و حمام کردن در تنگنا هستند. یونیسف گفته است هر روز با کامیون به مناطق سیل زده آب میفرستد و این کامیون ها به هر نفر 15 لیتر آب میدهند. از سوی دیگر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد گفته است که 80 هزار نفر در افغانستان در پی سیلاب‌های هفته‌های اخیر متضرر شدند.